پس از ایجاد شورای عالی صلح در افغانستان، پیوستن مخالفان و ناراضیان مسلح دولت در کشور به خصوص ولایت‌های غربی افزایش یافته است. یک مقام امنیتی این حوزه میگوید طی دو ماه گذشته بیش از 30 تن از سران طالبان در ولایت‌های فرا، بادغیس، غور و هرات کشته شدند که افزایش فشارهای نظامی نیز یکی از دلایل پیوستن افراد طالبان به دولت میباشد. با این حال افرادی که سلاحشان را بر زمین گذاشتند میگویند اگر دولت خواستار کاهش قدرت مخالفان مسلح دولت است، باید زمینه ایجاد کار را برای تمام اقشار مهیا کند. این افراد بیکاری، کشته شدن غیر نظامیان در عملات هوایی نیروهای خارجی و بی‌توجهی به بهبود وضعیت زندگی مردم را از دلایل پیوستن و مخالفان مسلح دولت عنوان میکنند. 6 ماه وکو بودیم، الان دیدیم که به نتیجه نمرسیم، الان پس به دولت پیمیدیم که با ما هم کاری کنه، مسجد ما درست کنه. خواست ما از دولت اینه که به شیندن مؤسسه امداد کمک بکنه، برق بکشه. با این حال شماره از کارشناسان میگویند در صورتی که دولت مرکزی بتواند خواستهای معقولی که افرادی که به دولت میپیوندند مهیا کند، در آینده افرادی دیگر نیز به دولت خواهند پیوست که این باعث بهبود اوضاع امنیتی در غرب کشور خواهد شد. فواد احمدی، تلویزیون آرگانا، هرات.